اماکن دیپلماتیک افغانستان در کشورهای منطقه یکی پی دیگر به امارت اسلامی سپرده می شوند. در تازه ترین مورد، وزارت امور خارجه می گوید قونسلگری افغانستان در استانبول به دیپلمات های فرستاده شده امارت اسلامی واگذار شده است. در اعلامیه وزارت امور خارجه آمده است دیپلمات های اعزامی به گونه رسمی در سر قونسلگری افغانستان در استانبول ترکیه کار خود را آغاز کردند. در اعلامیه آمده است در کنار ویژگی و اهمیت روابط دیپلماتیک امارت اسلامی و ترکیه، حضور هزاران پناهجوی افغان در استانبول بر اهمیت این شهر افزوده و نمایندگان دولت سرپرست را واداشته تا در زمینه ارائه خدمات قونسلی به گونه شفاف فعالیت داشته باشند. د بهرنی چارو وزارت هڅه کوي چې د ډیپلوماټیکو فعالیتونو ترڅنګ په بهر کې د افغانستان سیاسي استازولۍ په بشپړ مسولیت او شفافیت سره بهر میشتو وطنوالو ته کنسلي خدمات وړاندې کړي. د دې ترڅنګ چې د ترکیې جمهوریت سره د افغانستان اسلامي امارت ډیپلوماټیکې اړیکې ځانګړی اهمیت لري، استانبول کې د زرګونو افغان کډوالو شتون د دې ښار اهمیت لا زیاتوي او ایجابوي چې د افغان حکومت استازي په شفاف ډول ټول لازم خدمات وړاندې کړي. سیاستګران میگویند سپرده شدن سفارتخانه ها و قونسلګری های افغانستان به امارت اسلامی مسئولیت دولت سرپرست را سنگین تر می سازد. به گفته سیاستګران این اقدام همچنان در کنار بهبود روابط کابل استانبول می تواند در راستای رسیدگی درست به موقع به چالش های صدراه پناهجویان افغان مؤثر باشد. د سفارتونو کنسولیو د ورکړې سره د طالب چارواکو مسؤلیتونه هغه زیاتېږي. په کار داسې د هغو افغانانو چې په دې هېوادونو کې پراته دي، ستونزې لري، مسایلې دي، بندیان دي، د هغوی په حلولو کې مرسته وشي او په لویه کې هغه ترینګلتیا چې د سیمې او د اسلامي امارت د چارواکو تر منځ لیدل کېږي، د هغو په کمولو کې دغه کارونه یا دغه لاسته راوړنې مرسته وکړي. شمار از کشورها همچون روسیه، پاکستان، چین، ایران و ترکمنستان که روابط نزدیک با دولت سرپرست دارند، دیپلمات‌های امارت اسلامی را پذیرفتند. آگاهان می‌گویند واگذاری نمایندگی‌های سیاسی و دیپلماتیک افغانستان یکی پی دیگر به امارت اسلامی، دولت سرپرست افغانستان را یک گام دیگر به سمت رسمیت‌شناسی نزدیک‌تر می‌سازد. واگذاری سفارتخانه های افغانستان در منطقه فراتر از منطقه، جدا از این که زفزایش و تعامل طالبان با منطقه فراتر از منطقه سخن میزنه، ما فکر میکنم که مبنای شکلگیری این روابط را بیشتر مسائل و نگرانی های امنیتی شکل میدهد. یعنی نگرانی ها و مسائل امنیتی سبب شده تا کشورهای منطقه فراتر از منطقه و طالبان بیشتر نزدیک شوند. دیروز سفارت افغانستان در تهران به گونه رسمی به امارت اسلامی تحویل داده شده است. وزارت خارجه افغانستان فضل احمد حقانی را به عنوان شارج دافیر معرفی کرده است.